سلام علیکم، چطورین؟ امیدوارم که حالتون خوب باشه. من خیلی انرژی دارم به خاطر اینکه این هفته خیلی هفته هیجان انگیزیه و دلیلش اینه که من دارم میرم کیش آخر هفته و قراره که کلی جا با هم دیگه بریم. اول آماده سازی بکنیم برای سفر. الان میخوام برم خرید و مرادم پیشمه، قراره که با هم دیگه بریم. بیا سلام. آقا من واقعا الان ذوق دارم، نمیدونم چجوری، مخصوصا که همه کارمون نشدیم. حس خوبیه. آقا من نمیفهم این چه این سنگا با نظرت قشنگه. باز مگه نبود بهتر بود؟ فقط گلدونش بود. حتی رسیدیم اینجا، اسم مغازش کارخونه است که من بوتمو خریده بودم و خیلی چیزای گوگلی داره. این چراغ هم خیلی به اتاق من میاد. خب آقا من برگشتم خونه و انقدر خسته بودم مثلا نگم براتون، چون دو شب پشت هم 5 ساعت خوابیده بودم و 2 روز عین بولدوزر کار کرده بودم. بچه ها یعنی اصلا نمیدونیم، فقط میخوام حدودی ببینیم که چقدر با این چیزی نوشتم و برنامه امروز این شکلی بود. خیلی وحشتناک. اینم وضعیت هبیت تریکرمه. الان اینم میزنم چون که میتیشن یا چیز میتونم انجام بدم. میدونم ورزش 2 روزه نکردم ولی فردا میرم و بدنم هم خسته بود، اشکال نداره. جنس اینا بچه بهش میگن فوم بورد. من اینجا براتون مینویسم. خلاصه که از جاهایی که وسایل مثل شهر کتاب و لوازم تحریریه که بزرگترن داره. من الان دیگه لباسم عوض میکنم میرم میخوابم. این لیوانه رو خریدم که فردا صبح توش قهوه درست میکنم و از اونشون میدم. من الان قهوه‌مو در لیوان جدیدی که دیشب خریدم درست کردم و خیلی گوگوله. یادم رفت آبجوش بریزم توش. من دارم میرم باشگاه و 2 روز الان ورزش نکردم. حسابی دارم برای باشگاه تنگ شده. اینم از امریکانو. و راستش رو بخواین الان ساعت 12:30 دیگه صبح نیست. الان میخوام اینو بخورم. صبحونم نخوردم ولی میدونم معدم درد میگیره تو باشگاه. من میخوام بودوام. مثلا اینو میخورم میرم باشگاه، برمیارم یه ناهار مشتی میذارم. من که دیشب خیلی دیر غذا خوردم، از چیز بدی نخوردم. سالاد خوردم ولی خب دیر بود. خورشید مرا ببوس. خب من حاضر شدم و الان دیگه دارم میرم باشگاه. یعنی خدای دیر رفتنم. از ساعت 10 لباس میپوشم، بعد مثلا 2 الان ساعت 2 واقعا 1:50. خط چش نارنجی من کشیدم و اینم جدید دوباره درست کردم این رنگشو، خیلی دوستش دارم. یه بستم خریدم از اینا، بهتون نشون میدم که چجوری درست میکنم. پوستم رو نگاه کنید چقدر بهتر از قبل شده. الان دیگه اومدم تو حلق دوربین که کاملا متوجه بشین. خواستم خود جوشام رو بهتون نشون بدم و مثلا من اینجا هم یه ذره رد جوشام مونده هنوز. حالا یه چیزی کشف کردم در حین سادگی. یه دقیقه
آب نمک بچه معجزه میکنه همین سدیم کلرات. من هی میگم خدایا اگه میشه من به خاطر فقط این پوستم بهتر شه، ولی هر بار با هر روتین پوستی من اینو زدم جواب داده. یه بار یکی از ویدیو این دکتر پوستا رو داشتم میدیدم، بعد میگفتش که آب شهری آلوده است کلن. حالا بعد از اینکه پوستم میشورم یه ذره از این ریختم توی این پیس پیسم و اینو بعد از اینکه پوستم رو میشورم با اون شوینده پیس پیس میکنم پوستم. خیلی عجیب غریبه که انقدر پوستم بهتر شده و احساس میکنم دیگه آلودگی نمیره که دون 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 هی جوش بیاره برام. بعد بذارین خودش خوش بشه، یعنی مثلا بر نداری با دستمال و هول و اینا پاک کنین دوباره آلودگی میره. خیلی به نظرم هر کرمی که میزنین مهم اینه که دستتون تمیز باشه و پوستتون. و جونم براتون بگه که حتی قبل از اینکه همین روتین پوستی ما انجام بدم اینجوری یه دو تا پیس میزنم، دستمو قشنگ تمیز میکنم، بعد روتین پوستیمو میزنم، دیگه دستم آلودگی نداره. همین. از اونجایی که هوا هنوز اونقدر سرد نیست من یه دونه از همین اینا میپوشم روی لباسم و تمام. طول کشید به خاطر اینکه اولش یه کاری برام پیش اومد، بعد رو تردمیل مجبور شدم 25 دقیقه راه برم کارم انجام بدم، بعد دیگه تونستم تمرین کنم. واسه همین خیلی مثلا یه نیم ساعت یه ساعت اضافه تر تمرین کردم. حالا الان ساعت 6 و من خیلی خیلی خستم و از بقیه کارم موندم. حالا الان اشکال نداره به جاش خستگی دو روزم واقعا در رفت، چون من طولانی میشینم هیچی حالمو خوب نمیکنه به غیر از یه تمرین سنگین خوب. این از این. و الان هم میخوام برم سوپرمارکت همینجا یه چیزی بگیرم بخورم و بعد دیگه برم خونه، چون میتونم مامانم غذا درست کرده. البته مامانم گفته نون بخور. آقا یه دونه از اینا خریدم، نمیدونم خوشمزه است یا نه، الان با هم امتحان میکنیم. پروشک شکلات فندق، پروتئینش خیلی زیاد نیست 15 گرمه ولی خب به جاش قند نداره، همین خوبه. خیلی خوشمزه است خودش. بچه های سلام میدید. سلام و عرض و ادب. سیزن جدید سیکس ایژوکیشن اومده، خیلی دلم میخواد بشینم ببینم. بله چون تینیجریه دارم مامانم درست کرده، یکم سوخته.
روغن زیتون، پنیر باز این، بچه اینا از پروژه نهایی خیلی به نظرم جذاب شده، فقط امیدوارم خشک نباشه، برای همین روغن زیتون زدم به نونش به جای سس. خوشحالم، میخوام بعد از عمری بشینم فیلم ببینم. آها، من که تو مسیر داشتم میومدم داشتم کتاب صوتی Think and Grow Rich یا همون بیانشید و پولدار شوید و گوش میدادم. هنوز نظرم خیلی راجبش پایینه، جذبم نکرده اصلا بین کتابای مایندست و موتیویشنال و اینطوری، ولی دارم گوش میدم به هر حال، امیدوارم که مثلا خوب باشه. And lots of things can affect it. There's stress or tiredness. Seems to me خب بچه ساعت 1:30 صبح و من خیلی بیدار موندم، نمیدونم چرا، واقعا تقصیر خودم که خوابم درست نمیشه. یه آدم فیلم دیدم، بعضی شبا که بهم خوش میگذره اینطوری دلم نمیخواد صبح شه و کارهای بعدیم شروع شه، واسه همین خیلی بیدار میمونم. یه چیزی جدید خریدم، اینه، اسمش تایگر بالمه، بعد از ایناست که حالت ویکس داره واسه درد و ایناست، میزنن رو گرفتگی از اون. خلاصه همه اینجا همو شبا میزنم، من بهتون نشون میدم چجوری اینطوری، و احساس میکنم که کلن یکم گرفتگی هم بهتر شده. باشگاهم که میرم یه نیم ساعت قشنگ تمرین برای آسیبم فقط انجام میدم، یعنی وقت بیشتر میذارم و پام خیلی بهتر شده. راستشو بخواین چابهار رفتم خیلی پادر شدم سر موج سواری، بعد یکم طول کشید تا دوباره پامو کشه. اینم از روتین جدیدم برای درد. الانم تصمیم دارم یه ذره مدیتیشن کنم و تمرین تنفس که اون هبیت ترکرم هم تیک بزنم و بعدش بخوام. وای خیلی خوشحالم، میدونین چقدر وقت بود دارم، 2-3 سال بودم فیکوس میخواست. آره میتونیم. اینجا داشت که تر حالش میدونم.
همیشه یکی از فوبیاهام اینه ریشه گیاهو که در میارم پر کرمای گنده باشه توش، یهو واقعا احساس کنم پنیک میکنم. خب این الان پر شد، ولی یه بار آب بدم میره ازش پایین، واسه همین الان تا اینجا فشارش دادم که قشنگ آب بدم بره پایین، دوباره بقیه این خاکه رو میریزم توش. الانم اینو که خیلی بلند شده میخوام بپیچم قشنگ دور این. آقا خیلی خوشگل شد، و اینکه خب این هی میره بالا هی میاد پایین تا اینکه قشنگ دورش پر پر بشه. این یکی هم یکی یه چند وقت هی بلند میشه بعد هی شل میشه، اینم نمیدونم چرا اینش پوسی. میخوام گلدونش رو عوض کنم، حدس میزنم گلدونش خیلی کوچیک باشه، بذارمش تو این جفتش هم پیش هم دیگه که حالا همو خوب کنم. چقدر این ریشش بزرگ بود، خیلی میترسم. نه ترسی فکر کرمیزم. این فوق چه کنم از چه ریشه کنم. فوتاشو میچسبونم به هم، ریشه بچه آقای گفت که یکم از اینجا هم بهش آب بدم که این اینم سبز شه خزش. حالا من بعد اینکه آب دادم به این، الان مامانم یکی نباید کودو همون اول میدادی بعد از اینکه خاکشو عوض کردی و اینو کلا فکرم آبو میذارن یه روز بعد میدن، شما اگه عوض کردین کار نکنین. ولی فکر نکنم که چیزیش بشه، الان گلدون من حالش خوبه و اینکه ان که چیزیش نمیشه، گلدون قدر و قویه. آقا این از این که جاش درست شد، اینم از این رفت اون بالا، قشنگ حالش خوب شد که آویزون شه، اصلا حالش خوب شد همینجوری رفت بالا. یکی دوتا از برگاشم میچینم که دوباره گل بده، چون این گل میده خوشگل اینجوری میاد تا پایین. اینم که عالی شد، الان حال همه گلدونام خوبه، فقط باید یه دستمال بکشم و تمام. آقا این گلدونام هم یکم خاک کم داشتم، دارم پرشون میکنم و اینم از زانفولیام چیم پر شد. دورش هم یه روبان مامانم گفت ببند، مامانم هم اونجا نشسته برای خودش نظر میده، نظر کارشناسی. نظر من دعوت کردم شکلات و قهوه. خودت تنهایی داری میخوری؟ همیشه که میتونم با تو شیر کنم. شکلات به منم بده. ماما خیلی دوست دارم میدونی. با خود خیلی خوبه، بیا الان میگم تمام نشده. بیا ببین انقدر فقط نشده، مامان انقدر زیاده، یه موقع با من ایثارگر بزرگ نه دعوتت نکنم ازت. سخا سخا برای چی میگم؟ یعنی تاسته میشمارم نهیای سخاوت. آخه واقعا مامانم تمام کرد، من برم به خباست تب. خب خدا.